دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در ماه آینده میلادی با همتایان اروپایی خود درباره شرایط کشورش برای ماندن در اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد در حزب محافظه‌کار، حزب آقای کامرون درباره ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. برای خروج از اتحادیه اروپا تبلیغ خواهم کرد. اصلاحاتی که کامرون در پی انجام آن است، روابط بریتانیا و اتحادیه را تغییر نمی‌دهد. ترجیح می‌دهم که در ازای روابط سیاسی، روابط آزاد اقتصادی داشته باشیم. برخی از نمایندگان حزب محافظه‌کار معتقدند جدا از بحث‌های اقتصادی می‌بایست به نقش بریتانیا در جهان هم توجه کرد. عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ارزشمند است. فقط بحث اقتصادی، بازار مشترک و یا توافق‌های تجاری نیست. باید نقش بریتانیا در جهان، در سیاست خارجی، در مبارزه با تهدیدهای جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و مبارزه با تروریسم را هم مد نظر قرار داد. تعدادی از نمایندگان حزب محافظه‌کار هم هنوز تصمیم نگرفتند و منتظرند تا رایزنی‌های کامرون با همتایان اروپاییش به پایان برسد. باید خیلی زود به توافق مناسبی برسیم. اعلام کردیم که همه پرسی را تا پیش از پایان سال 2017 میلادی برگزار می‌کنیم. اگر رسیدن به یک توافق خوب 2 سال هم زمان ببرد، هیچ اشکالی ندارد. این اختلاف نظر جدی که میان سیاستمداران حزب محافظه‌کار وجود دارد، کار نخست وزیر بریتانیا را برای پیشبرد سیاست‌هایش بیش از پیش سخت‌تر خواهد کرد.